درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری های جنجالی تناز خامه مجری و سردبیر سابق شبکه منو تو با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. مدتی پیش بود که تناز خامه یکی از مجریان شبکه منوتو که از سردبیران اتاق خبر هم بود از قطع همکاریش با این شبکه خبر داد و دست به افشاگری های جنجالی علیه عوامل این شبکه زد. هرچند که مدیران و عوامل شبکه منوتو سعی کردند که این مجری با سابقه رو در نطفه خفه کنند اما موفق نشدند شاید رفتن تناز خامه یکی از پرهاشیه ترین اتفاقات زندگی کاریش به حساب بیاد اون که در صفحه فیسبوکش خبری رو مبنی بر اینکه تحت فشار و تهدید میشه منتشر کرده و بعد به طور غیر ای چند روزی رو ناپدید شد و تا مدتی هم هیچ فعالیتی نداشت تا جایی که حتی برادرش به پلیس لندن هم شکایت کرد اما تناز بعد از مدتی برگشت و نوشت دیگه خشونت رو نمیپذیرم چون که تلخ ترین تجربه زندگیم بود و هر شب قبل از خواب به خودم امیدواری میدادم که شاید فردا روز بهتری باشه تا شاید به هم ثابت بشه فکرهای من فقط یه توهمه اما هر روز و ساعتی رو که در دفتر شبکه من و تو میگذروندم تازه میفهمیدم که چه ساده همه احساسات و فکرها رو پای توهم میذاشتم تناز به قدری تحت فشار بوده که حتی گفته دلم میخواد از اینجا برم برم به یه روستای دورافتاده در افغانستان زندگی کنم که مطمئنا خیلی بهتر از این زندگی در قلب لندنه ای کاش فقط یکم اخلاق و انسانیت در وجود بعضی آدم ها بود اون در ادامه با لحن تندی خطاب به رها اعتمادی و با انتشار عکس اون نوشته بود انسانیت و معرفت در وجود هر آدمی پیدا نمیشه وقت تن از لندنه نمیدونم تا کی بتونم خلاف جهت رودخونه جلو برم واقعا خسته شدم اما ماجراهای مرموز تناز خامه به همین حرفها ختم نشد و کار به جایی رسید که برادرش از ناپدید شدنش و حتی شکایتش به پلیس لندن خبر داد و حتی در میانه همین خبرها و استعفای اون از شبکه منوتو، همکارش پانتا مدیری در پیج شخصیش با انتشار عکسی از تناز خامه خبر داد که تناز حالش خوب نیست و مدتیه که در بیمارستان بستری شده. اون گفت که تناز دچار التهاب شدید عصب شده و این اختلال الان در دستهاش خودشو نشون داده. تناز به شکل ناگهانی مبتلا به بیماری ام شده و تا زمانی که التهابات شدید اعصاب بدنش آروم بشه باید تحت نظر باشه و در بیمارستان بستری بمونه. حتی یکی از پزشک ها گفته ممکنه که بیشتر از 6 ماه بستری باشه. مدتی هم در فضای مجازی شایعاتی در مورد جدایی تناز از همسرش به گوش می رسید که تناز خودش روشنگری در این مورد کرد و گفت همه این شایعات کار همون عوامل و مدیران شبکه من و توه من اصلا ازدواج نکردم که بخوام جدا بشم تناز خامه متولد 15 همه مهر ماه 1363 در تهران روزنامه و خبرنگار و مجری ایرانیه که چهره جدی و در عین حال خنده رو و صدای دلنشینی داره و در کار گزارشگری بسیار جدی و پیگیر و خلاقه و از اون دسته از آدمایی که به این کار واقعا و از ته دلش علاقه داره تناز در خانواده چهار نفره به دنیا اومده اون یک برادر بزرگتر به نام آرمین داره که فارغ و تحصیل رشته مهندسی پزشکی از دانشگاهی در لندنه پدرش رو متاسفانه در سال 1382 از دست داده و از این اتفاق همیشه به عنوان تلخترین اتفاق زندگیش و یک شک بزرگ و باور نکردنی یاد میکنه تا جایی که هر روز غم از دست دادن پدرش همراهشه و براش هیچ وقت این داغ سرد و kohne nemişe. اون در مورد نام فامیلیش هم گفته از زمانی که یادمه فامیلی من رو در مدرسه خامهی یا حتی خامنه ای صدا می زدن. همه دوستان می گفتن وقتی فامیلی تو رو می شنویم یاد خامه صبحانه می افتیم. تناز خامه در سال 2012 بعد از گذروندن مراحل استخدام در اتاق خبر من و تو انتخاب شد و مشغول به کار شد. اون از سردبیران برنامه اتاق خبر به حساب می اومد و بعد از جدایی از این شبکه به شبکه ایران اینترنشنال پیوست و همچنان به گویندگی خبر و تهیه گزارش‌های جنجالی و سخت از مناطق جنگ زده مثل کشور اوکراین مشغول شد تناز مدتی پیش در مورد عاشق شدن هم پستی رو منتشر کرده بود و نوشته بود وقتی که فقط نه سالم بود قلب کوچیکم برای کسی تپید و عاشق پسر همسایه شدم با همون دستهای کوچیکم براش نامه نوشتم و در مورد حسم گفتم ذهن من اون روزها متوجه درست و غلط ماجرا نبود هرچند که الان هم توی ذهنم اون کار درسته اما فرهنگ جامعه ما کلا عشق رو نمیپذیره بزرگتر که شدم تصویر مرد هم توی ذهنم واضحتر شد و عجیبه که اون تصاویر هیچ شباهتی به مردهای ایرانی نداشت بعضی وقتها که در مهمانی ها و جمعها از مرد هم حرف میزدم همه من رو مسخره میکردن که اون کسی که تو دنبالشی اصلا در این دنیا وجود نداره مخصوصا در ایران تناز در سال 1378 تصمیم به مهاجرت گرفت و به یوگسلاوی مهاجرت کرد مدتی رو در سربستان با شغلهایی مثل نظافت، گارسونی و همچنین رسیدگی به سالمندان مشغول بود و در کنارش هم به سختی ادامه تحصیل داد. اون معتقده که همیشه برای هدفهاش خیلی سخت تلاش کرده اما زندگی همیشه اونجوری پیش نمیره که اون میخواد تناز خیلی به استایلش اهمیت میده و به قول خودش باید خیلی مراقب تناسب اندامش باشه و به خاطر بیماریش ممکنه که خیلی چاق بشه تناز گفته هر روز با دویدن و دوچرخه سواری سعی می کنم که ورزشی انجام داده باشم تا دچار افسردگی و اضافه وزن نشم. تناز همچنین عاشق حیواناته و دو تا گربه به نامهای سکه و نقره داره. اما برگردیم به ماجرای بیرون اومدن جنجالیش از شبکه منوتو آرمین خامه برادر تناز خامه در پستی از ناپدید شدن شوکه کننده خواهرش خبر داد اون هم درست در روزی که از منوتو جدا شده بود تناز استعفا داد اما اتفاق جنجالی افتاد آرمین خامه در پستی نوشت 21 یکم ماه می بود که تناز از منوتو جدا شد اون به من گفته بود که بعدش میاد پیش من ولی تا چند روز هیچ کس ازش خبری نداشت و من مسئولیت ناپدید شدن تناز رو با مدیریت شبکه منوتو میدونم مگه اون به جز دلگیری هاش چی گفته بود مگه به جز تهدیدها و فشارها چه چیز دیگه ای رو باید تحمل میکرد که انقدر براتون خطرناک شده بود چرا ماجرا رو انقدر جنجالی کردید. من از همه شماها به پلیس شکایت میکنم و آبروتون رو میبرم. به همه میگم شما چه جور آدمایی هستید و چطوری خواهر من رو اذیت کردید. زمانی که پای مدیران و عوامل شبکه منوتو در ناپدید شدن تناز به میون اومد، برادرش ماجرای سوء استفاده از پیج فیسبوک تناز رو هم افشا کرد و گفت اون صفحه مدتی در اختیار خواهرم نیست. اما هنوز در پستهاش حرفهایی رو از جانب تناز میزنه. اون پیج داره توسط منوتو اداره میشه و لطف کنید اون رو آنفالو کنید و دیگه به اون حرف ها گوش ندید. هرچند که طرفداران تناز از مدت ها قبل و با پیام هایی که به شکل ناقص و نامفهوم منتشر می کرد به مسائل زیادی شک کرده بودند به اینکه اون تحت فشاره و داره روزهای سختی رو میگذرونه تا اینکه خودش دل رو به دریا زد و خبر قطعی جداییش از شبکه منوتو رو منتشر کرد تناز در آخرین روز کاریش در مورد اینکه صفحه فیسبوکش دیگه در اختیار خودش نیست صحبت کرد و آدرس پیج جدیدش رو به فالوورهاش اعلام کرد اون گفت سلام دوستان من متاسفانه در این صفحه دیگه نمیتونم با شما باشم لطفا از این به بعد با آدرس جدید با من در ارتباط باشید بعد از اون هم چند نفر دیگه مثل شبنم و شیدا رئیسی پانتا مدیری و گویندگان و تهیه کنندگان دیگه از این شبکه جدا شدند اونها هم مثل تناز در پیامهای کوتاه و مرموزی نوشتند شبکه منوتو جای مناسبی برای کار مخصوصاً برای زنان نیست مدتی از ماجرای ناپدید شدن تناز گذشت و هیچ خبری ازش نبود و باعث شده بود که طرفداران و دنبال کنندگانش بسیار نگران بشن تا اینکه به شکل ناگهانی در پیجش اعلام کرد من وارد همکاری با شبکه ایران اینترنشنال شدم تناز خامه اولین کسی نبود که دست به افشاگری های جنجالی بر علیه مدیران و عوامل شبکه منوتو زد اما اون هم متاسفانه و بدون اینکه دلیلش رو بگه در مورد فشارها و آزارهای مختلفی که بر اون وارد شده دیگه صحبتی نکرد حتی در مورد نتیجه شکایت برادرش از شبکه منوتو و, و اینکه اون چند روزی که ناپدید شده بود رو کجا بود دیگه حرفی نزد و حتی پستی رو که در مورد رها اعتمادی و فشارها و تهدیدهای شبکه منوتو گذاشته بود رو پاک کرد. خیلی ها گفتن شاید به خاطر اینکه تناز دیگه در شبکه ایران اینترنشنال کار میکنه و دیگه خواسته این مسائل رو فراموش کنه این پست ها رو پاک کرده. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا زودتر از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.